دلیل اینکه برخی از هنرمندان و حتی مردم با پروانه معصومی مشکل داشتن و به قولی ازش خوششون نمی اومد چی بود؟ با ما تو این ویدیو همراه باشید. صحبت‌های جنجالی پروانه معصومی که سالها پیش براش دردسر ساز شد و باعث شدش که با عده‌ای از مردم و هنرمندان به مشکل بخوره رو با هم میشنویم. صحبتهایی در مورد علاقش به انقلاب و رهبری انقلاب و همینطور دیدار جنجالیش در بیت رهبری. با ما همراه باشید. این دیدار رو میبینیم، صحبتهای پروانه معصومی رو میشنویم و راجبش با تون صحبت میکنم. سلام سلام، چطورید رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع احوال به کام باشه. خب پروانه معصومی هنرمند قدیمی کشورمون روز گذشته از دنیا رفت. مرگ این بازیگر با واکنش‌های مثبت و منفی افراد مختلف، چه از مردم و چه از هنرمندان همراه بود. خیلی از هنرمندان مثل حمید فرخ‌نژاد واکنش نسبتاً منفی نسبت به مرگ این هنرمند قدیمی داشتند و گفتند که یادتان اصلاً گرامی نخواهد بود و اشاراتی داشتند به جانبداری پروانه معصومی و طرفداریش از حکومت و آیه خامنه ای. پروانه معصومی چند سال پیش در سال 1389 دیداری رو در بیت رهبری با آقای خامنه ای داشت و توی این دیدار سخنرانی هم انجام داد و از علاقش به رهبر انقلاب صحبت کرد و گفتش که من از ابتدا با آرمانهای انقلاب عجین بودم و اونها رو دوست داشتم. حتی توی این دیدار که بازیگرهای دیگه هم حضور داشتن و خیلی هاشون حتی چادر نداشتن و با مانتو و پوشش کامل اومده بودن، پروانه معصومی اصرار داشت که حتما با چادر توی این مراسم حضور داشته باشه. این در حالیه که پوششش خارج از بیت رهبری یه مانتوی ساده بود و خیلی هم درگیر حجاب کامل و اینا نبودش، که خیلی از مخاطب اون دیدار رو یه رفتار متناقض از پروانه معصومی میدونستن. جالب بدونید که قبل از انقلاب پروانه معصومی یکی از بازیگرهای فعال سینمای ایران بود و حتی چندین بار دیدار با فرح پهلوی رو هم توی کارنامه‌اش داشت و بعد از انقلاب هم که همیشه سعی کرد با حکومت نزدیک باشه و چندین بار هم به دیدار رهبر در بیت رهبری رفته بود و همه اینا باعث شده بودش که یه مقدار تافته جدا بافته از سایر بازیگرا بشه. اون در مورد این قضیه یه مصاحبه ای هم سالها پیش انجام داد و گفته بودش که گروهی از بازیگرا هستن که از من خوششون نمیاد و نمیخوان من جزو اونها باشم. منم جزء هیچ دسته و گروهی نیستم، واسه همین هم هست که جدا افتادم. البته نمیتونم بگم که دلایل کنار گذاشتن من توی خیلی از پروژه‌های سینمایی سیاسی یا از روی غرض‌ورزی بوده، چرا که همیشه عده‌ای هستن که برخی از بازیگران رو دوست ندارن، آنها رو پرورش میدن. یک عده هم که ترکیب بازیگران سینما با نظر آنها چینش میشه و از یه عده بازیگر خوششون نمیاد، سعی میکنن اونها رو کنار بذارن. شاید من هم یکی از اون بازیگرا بودم که از من خوششون نمیومد. شاید به این دلیل باشد که من زیاد در گروهشون نبودم، اونقدر از عمده هنرمندان دور بودم که برخی اوقات فکر میکنم مگه منم هنرمندم؟ برای خودم زندگیم رو انجام میدم و گاهی فیلم هم بازی میکنم. با کسایی که بازیگر سینما هستن و خودکشی میکنن که نقشی به آنها داده شود، به قول یکی از بازیگران که نقش ها در مهمانی ها تقسیم میشه، من نیستم و نمیخواهم توی این مهمانی ها باشم و نقش بگیرم و تلاشی هم در راستاش نمیکنم. ایشون در پاسخ به سوالی که در مورد دیدارشون با رهبری جمهوری اسلامی آیه خامنه ای انجام شد، ازشون سوال پرسیدن و گفتن که آیا راسته که در خیابون شما رو کتک زدن یا میخواستن ترور شخصیت بکنن؟ ایشون در پاسخ به این قضیه گفت: من توی اون دیداری که داشتم هم گفتم که رهبر انقلاب رو دوست دارم و همیشه هم گفتم که از روی اجبار کاری را نکردم. چرا یه کسی به من گفت به زور شما رو اونجا بردن و گفتم من با سر رفتم. حقیقتا وقتی من رو دعوت کردم نفهمیدم چطوری از شمال به تهران رسیدم، ولی بعد از اون داستان خیلی مورد هجمه سنگین برخی از دوستانم حتی قرار گرفتم. باید از اونها پرسید که چرا این کارها رو کردن. البته برای من هیچ وقت اهمیت نداشته و ندارد. بعد از اون دیدارم بودش که از خیلی از پروژه ها کنار گذاشته شدم.
من اصلا فکر نکردم به این چیزا و در اون لحظه که میرفتم برای من دیدار با رهبرم اهمیت داشت. هیچ کدام اینها نبود که فکر کنم بخوان بعدن به من نقش بدن یا نه. من مسیر رو که انتخاب کردم فکر میکنم درست بوده. باز هم اتفاق بیفته همون مسیر رو انتخاب میکنم. برای من اهمیتی نداره که کنار گذاشته بشم. خدا رو شاکرم که آنقدر نیازمند پول سینما نبوده و نیستم که مجبور بشوم هر کاری رو قبول بکنم یا هر چیزی که به من پیشنهاد بدهن آن را قبول بکنم و جلو برم. به هر حال من آدم قانعی هستم و همیشه هم قناعت میکنم. بلند پروازی آنچنانی هم نداشتم و خیلی حرفا هست که پای تلفن نمیتونم بگم. شاید یه زمانی شروع به نوشتن کنم تا خیلی بها بفهمن بعد از اون دیدار که داشتم چه اتفاقی برای من افتاد. واقعا چرا فقط آنقدری که رو من حساس شدن رو بقیه حساس نشدن؟ چون تو همون دیدارم خیلی ها بودن و خیلی ها به همچین دیدارهایی می روند. پروانه معصومی یه خاطره ای هم از اون روز که با رهبری جمهوری اسلامی دیدار داشت مطرح کرد و گفتش که توی اون روزها به 40 سالگی انقلاب نزدیک می شدیم. روزهایی که یادآور پختگی و جامعیت انقلاب اسلامی بود. به هر حال سن آدم ها هم میانه 35 تا 40 سال پربارترین لحظات محسوب می شد. که اطلاع داشتم که قرار است من هم جزء سخنران های دیدار رهبر انقلاب باشم به همین خاطر یک یادداشت برداشتم. یادم میاد موقعی که از گیلان منزلم به تهران اومدم همون لحظه در ایوان احساس کردم زنبوری مرا نیش زد. من به نیش زنبور حساسیت دارم و باید سریع به بیمارستان بروم. داد کشیدم. همسر و پسرم ایستاده بودن. از آنها خواستم من را به بیمارستان برسانند تا آمپول خاص نیش زنبور به من تزریق بشه. آنها شروع به خندیدن کردند و گفتند که اتفاقی نیفتاده. شما فکر میکنید که زنبور نیشتان زده. بالاخره راه افتادیم و شب به منزل خواهرم رسیدیم تا آماده بشم و برای دیدار فردا. اما صبح همان روز یه تب وحشتناکی پیدا کردم و خیلی حالم بد شد. حتی یادداشتهایی رو که برداشته بودم نیز اشتباهی با خودم بردم. کنار افسانه بایگان نشستم. به او گفتم ای بابا افسانه یادداشتهایم رو اشتباه آوردم. حرکت کردم پشت تریبون بروم و از آنجا که حضرت آقا آرامش وصف‌ناپذیر داشت آن آرامش منعکس شد به من. چنان آرامشی داشتم که انگار نه انگار که یادداشت‌هام رو فراموش کردم. در حضور کسی که بالاترین مقام مملکت و حتی رهبر کل شیعیان جهان است صحبت می‌کردم و آنقدر آرام بودم که حد نداشت. ایشون در مورد ارادتش هم به انقلاب و جمهوری اسلامی صحبتهایی رو انجام داد و گفت انقلاب باعث شد کشور ما یه هویت محکمی در دنیا پیدا کنه. ایران یک اسم قابل احترام در دنیا باشه. برای کسانی که میدونن احترام یعنی چی، انقلاب باعث شد که من اگه به خارج از ایران بروم و ایرانی هستم به ایرانی بودنم افتخار کنم. افتخار میکنم ایرانیم و افتخار کنم اینجا زندگی میکردم. این همه جوانهای ما در جنگ تحمیلی جونشون رو از دست دادن که کشور ما یک کشور سرافراز باشه. در 40 سالگی امیدوارم انقلاب پایا پویا و آن پختگی رو که باید داشته باشد به دست آورده و آدم ها سر جای خودشان باشند. خب دوستان، این بود بخشهایی از مصاحبه قدیمی پروانه معصومی در مورد انقلاب جمهوری اسلامی و رهبری حکومت آیا خامنه ای بودش که همین مصاحبه و دیدارش با آیا خامنه ای توی بیت رهبری باعث شدش که خیلی از بازیگران و حتی مردم باهاش جبهه‌گیری داشته باشن و نسبت بهش مخالف باشن. حتما نظرتون رو در مورد این صحبت‌های پروانه معصومی و همینطور جهت‌گیری سیاسیش برام بنویسید. به نظرتون خاص قلبیش بوده یا همونطور که توی زمان شاه با فرح پهلوی دیدار داشته در زمان انقلاب هم با رهبران حکومت دیدار کرده؟ حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت‌ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.